اسپانیول دو بارسا دو هدیه چینی برای رئالی ها. موضع یجی پوگبا را به زیدان می رساند. نشریه سان انگلیس از احتمال موضع پول پوگبا و تونی کروز پرده برداشت. تا انتهای این گزارش با ما همراه باشید. برای دریافت ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید. اسپانیول دو بارسا دو هدیه چینی برای رئالی ها. بارسلونا در اولین دیدارش در سال جدید میلادی مقابل رقیب همشهریش اسپانیول با تساوی 2-2 متوقف شد. در این دیدار شاگردان ارنستو والورده تا دقایق پایانی با نتیجه 2-1 از حریف پیش بودند، اما گل دقایق پایانی وولی ستاره چینی اسپانیول باعث شد تا بازی با نتیجه مساوی به پایان برسد. دو تیم بازی را متعادل آغاز کردند و دقایق ابتدایی بدون اینکه موقعیت خاصی روی دروازه ها ایجاد شود سپری شد. پس از آن بازیکنان بارسا عمل را در دست گرفتند و کاملا توپ و میدان را در اختیار داشتند، اما دفاع فشرده اسپانیول مانع از ایجاد موقعیت روی دروازه این تیم میشد. در حالی که بارسایی ها سخت به دنبال زدن گل اول بودند، این تیم میزبان بود که روی ضربه آزاد برخلاف جهت جریان بازی به گل رسید. در دقیقه 23 بود که ارسال مارک روکو از سمت چپ محوطه جریمه بارسا در موقعیت مناسب به دیوید لوپز رسید و ضربه سر او به گوش دروازه آبی اناری ها رفت. بعد از این گل بار دیگر این بازیکنان بارسا بودند که ابتکار عمل را در دست گرفتند و حملات زیادی روی دروازه میزبان ترتیب دادند، اما این حملات به موقعیت ویژه تبدیل نشد. مد و ضربات بازیکنان بارسا هم که به سمت دروازه اسپانیول زده شد به راحتی در اختیار دیگو لوپز قرار گرفت و در نهایت نیمه اول با همان یک گل به پایان رسید. اما نیمه دوم را بارسا هجومی آغاز کرد و خیلی زود به گل تساوی رسید. روی یک حرکت از سمت چپ بود که ارسال جوردی آلوا به محوطه جریمه را لوئیس سوارز با ضربه دقیق به گوش دروازه اسپانیول فرستاد تا در دقیقه 49 حساب کار 1-1 شود. فشار حملات بارسا بعد از این گل ادامه پیدا کرد و بعد از یکی دو موقعیت نصف و نیمه این تیم در دقیقه 59 به گل دوم رسید. لوئیس سوارز که درون محوطه جریمه اسپانیول صاحب موقعیت شده بود با یک ارسال عالی به تیر دوم آرتور ویدال را صاحب موقعیت کرد و او هم با یک ضربه سر قدرتمندانه بارسا را پیش انداخت. بعد از این گل تیم میزبان تا اندازه ای از لاک دفاعی خارج شد، اما چیزی نمانده بود که بارسا در دقیقه 65 توسط لیونل مسی به گل سوم برسد، اما واکنش عالی دیگو لوپز مانع از باز شدن دروازه اسپانیول شد. در ادامه بازی متعادل دنبال شد تا اینکه در دقیقه 75 بارسا 10 نفره شد. فرانکی دیون که کمتر از 10 دقیقه قبل یک کارت زرد دریافت کرده بود برای جبران اشتباهش در میانه میدان مجبور شد کایری را با خطا متوقف کند و داور هم با دادن کارت زرد دوم او را از بازی اخراج کرد. اسپانیول از این برتری نفری استفاده کرد و در دقایق پایانی حملات بیشتر روی دروازه بارسا داشت و سرانجام در دقیقه 88 به گل تساوی رسید. روی یک حرکت خوب تیمی بود که پاس در عمق وارگاس وولی را صاحب موقعیت کرد و شوت دقیقی او از زاویه نچندان مساعد دروازه بارسا را باز کرد. تلاش بازیکنان بارسا برای زدن گل برتری در دقایق پایانی ثمری نداشت و بازی با تساوی 2-2 به پایان رسید تا شاگردان والورده تنها به لطف تفاضل گل بهتر صدر جدول را حفظ کند. موضع یجی پوگبا را به زیدان می رساند. نشریه سان انگلیس از احتمال موضع پول پوگبا و تونی کروز پرده برداشت. ستاره فرانسوی منچستر یونایتد که اخیراً از یک مصدومیت طولانی مدت بازگشته، حالا با یک مصدومیت جدید دیگر مواجه شد و به نظر می‌رسد که او 6 هفته دیگر از میدان دور خواهد بود. پوگبا اخیراً و در ماه جون اعلام کرده بود که دوست دارد یک چالش جدید را تجربه کند و راهی تیمی دیگر شود. سرمربی فرانسوی رئال مادرید یعنی زین الدین زیدان نیز بارها از علاقه خود برای جذب پول پوگبا صحبت کرده بود، علاقه‌ای که تا به حال نیز ادامه داشته است. این دو اخیراً در شهر توکیو نیز با یکدیگر دیدار کرده بودند تا شایعات درباره قال این هافبک فرانسوی برای آل مادرید بیشتر شود. اضافه شدن پوگبا برای آل مادرید اما میتواند باعث جدا شدن آلمانی این تیم یعنی تونی کروز شود. این هافبک آلمانی پیش از این و در سال 2014 تا پیوستن به منچستر یونایتد پیش رفته بود، اما در نهایت راهی سانتیاگو برنابئو شد. حالا اما نشریه سان مدعی شده است که این احتمال وجود دارد که آل مادرید و منچستر یونایتد برای معاوضه کروز و پوگبا وارد مذاکره شود، اتفاقی که با توجه به علاقه زین الدین زیدان به پول پوگبا خیلی هم بعید به نظر نمی رسد. سپاس از اینکه تا انتها با ما همراه بودید. شاد و خرم باشید.